مؤسسه خیریه احساس در ادامه فعالیت های اجتماعی خود در ولایت هرات یک مرکز جدید فن و حرفه را برای ایتام در این ولایت ایجاد کرد. این مرکز امروز با حضور مسئولان مؤسسه خیریه احساس شماری از خیرین و ایتام که تحت سرپرستی این مؤسسه قرار دارند افتتاح شد. به گفته مسئولان مؤسسه خیریه احساس در این مرکز برای 50 نفر زمینه فراگیری فن و حرفه فراهم شده است. به کمک اهل خیر توانستیم که مرکز جدید و در این حال وسیع و فراخ برای 50 تن از ایتام هرات آماده بسازیم و افتتاح بکنیم تا این دانش آموزای عزیز ما بیایند در این موقعیت با خاطر آرام بتوانند آموزش خیاطی و کیفتوزی و همچنین آموزش علوم عصری، علوم قرآنی را فرا بگیرند. با این حال مستفید شوندگان این دوره آموزشی میگویند که آنان میتوانند از این طریق توانمند شوند و سپس در بازار کار نیز به فعالیت بپردازند. خیلی خوشحالم که زمین از طرف ناد خیره احساس ما فراهم شده و میتونیم مهارت های زیاد کسب کنیم و خود خیاطی و کیفتوزی آموختیم و در پیش رو قیچیکاری و بعض دگر و دگر هم یاد میگیریم و لباس ها رو میدوزیم. دو فن، یک خیاطی و یک هم کیفتوزی ما بیاموزیم و چند مدتی هم میشه که ما این فن آموختیم و تا جای پیش بردیم، تا جایی که میتونیم لباس های ایتام خود ما بدوزیم. در همین حال اشتراک کنندگان نیز در برنامه افتتاح این مرکز آموزشی از خیرین و تجار دعوت کردند تا با فراهم کردن زمینه فن و حرفه به ایتام خانواده های نیازمند را توانمند بسازند. یک انسان مؤمن در جامعه اسلامی باید هم درد باشه برای هم مسلکان خود، برای هم قشر خود، خصوصا در کشوری که متاسفانه چند سال به طول چند دهه جنگ‌های خانمانسوز چقدر یتیم، صغیر، بی‌وزن، بی سرپرست در جامعه داریم. تقاضایی است که در این بخش بیشتر تلاش کنیم. حداقل 2 تا یا 5 تا طفلا یتیمار ما سرپرستی بکنیم. قابل یادآوری است که پس از سپری کردن یک دوره آموزشی، افراد نخبه در کارگاه تولیدی احساس نیز جذب خواهند شد. با این وجود مسئولان مؤسسه خیریه احساس میگویند که آنان در تلاشند تا با راه اندازی دوره های آموزشی افراد بیشتری را در همکاری با خیرین تحت پوشش قرار دهند.